إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين. صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي. سلام الله وصلواته عليك يا مولاي يا بقية الله. ای نام تو مشکل گشا، ای نام تو مشکل گشا، ای دست تو دست خدا، هم بر قدر حکمت روا، هم در کفت امر قضا، هم خازن کنز خفی، هم عالم سر و علن. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
حجته حق در زمین، ای وجه رب العالمین، ای پیشوای راستین، ای مقتدای متقین، دستی برآر از آستین، ای ملجأ هر مرد و زن، یا ابن الحسن. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن، ای ذکر تو ورد زبان، ای دل بیادت شادمان، چشم انتظاران تو را باشد به هر دم هر مکان، یاد تو شمع بزم جان، نام تو نقل انجمن، یا ابن الحسن. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمك الفداء، وعظم الله أجوركم يا مولاي، في مصيبة جدك أمير المؤمنين. برای سلامتی حضرت بقیت الله الأعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشان حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام، و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر به حضرت قاسم ابن الحسن علیهم السلام صلوات بفرست. دوستانی که در روزهای گذشته خدمتشون بوده ایم مستحضرن که هر روز آیاتی رو از جزئی از قرآن که مربوط به همان روز هست و غالب
شیعیان و دوستان اهل بیت توفیق خواندن آن جزء از قرآن را در آن روز دارن، آیاتی از اون را، چه آیات اعتقادی، چه اخلاقی و غیره، انتخاب میکنیم و خدمت دوستان شرح مختصری در رابطه با اون آیات میدهیم. امروز هم آیاتی از جزء 21 قرآن خدمت شما عرضه میداریم. جزء 21 از آیه 46 از سوره شریفه عنکبوت شروع می شود. من آیه 56 به بعد رو خدمت شما عرضه می دارم. این موضوع تا به حال چند بار در قرآن آمده که خداوند تبارک و تعالی اشاره می‌فرماید که زمین من وسیعه، کسی نمی‌تواند عذر بیاورد. وقتی توی صحنه گناه واقع می‌شود نمی‌تونه عذر بیاورد که نمی‌تونستم جابجا بشم، نمی‌تونستم از این جلسه بیام بیرون، نمی‌تونستم مغازم رو جابجا کنم، نمی‌تونستم شهر به شهر بشم، نمیتونستم اداره به اداره بشم. خداوند این توجیه را قبول نمی کند. جاهای مختلف در این رابطه صحبت می کند، من جمله این آیات. خداوند می فرماید: یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین آمنوا، ان ارضی واسعت فایای فاعبدون، کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ای بندگان من، ای کسانی که شما را به عنوان بنده خودم پسندیده‌ام و ایمان آورده اید، ان ارضی واسعه، زمین من پهناوره، فایای فاعبدون، شما باید فقط مرا عبادت کنید، باید مرا بندگی کنید، حالا هر کجا که می توانید، هر جا دیدید نمیشه خدا را بندگی کرد باید جا به جا بشید. می بینید این قسمت بازار به هر حال وضعیتش طوری شده است که شما نمیتوانید دیگه اونطوری که باید خدا را بندگی کنید، حرف خدا را دیگه نمیتونید به راحتی گوش بدید، چون پایه‌های گناه براتون دائما فراهم داره میشه. جا به جا بشید. مشکلاتش هست، سخت هست، اما خدا میفرماد اگر بنده منید و بناس فقط مرا عبادت کنید، زمین من وسیعه، برید جا به جا بشید. گاهی اوقات انسان حالا تو مشکلات متفاوته، بعضی ها ممکنه تو این جا به جایی ها از خطراتی بترسن. خدا بالاترین خطر را ذکر می کند، مرگ. دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. می فرماد نهایتاً مرگ، کل نفس ذائقة الموت، بالاترین مشکل برای شما که مرگ هم باشد، هر جا برید هست، هر جا برید با شما خواهد بود. ثم الینا ترجعون، فقط حواستون باشه برگشتتون به سوی ماست. آخر دست با من خدا کار دارید. ملاحظه اطراف و برنامه های دیگر بخواید بکنید، کسی به دردتون نمیخورد، آخرش نزد خود من بازگشت خواهید داشت. حالا در اینجا افراد دو دستن، یه عده قبول میکنن برای حفظ دینشون جا به جا میشن، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا،
یه عده ایمانشون که هست عمل صالح هم انجام میدن، اگرم دیدن توی محیط بدی هستن از اون محیط جا به جا میشون تا بتوانن اعمال صالح انجام بدن. چنین انسانهایی از غرفه های بهشتی ما بهشون خواهیم داد. بهشت بعضی از منازلش حالت چند طبقه دارد، حالتی دارد که مشرف بر تمام باغ ها و جایگاه های بهشت. خدا می فرماید این جایگاه های بلند مرتبه را به اونها می دهم. تجری من تحت هل انهار و خالدی نفی ها، با اون برنامه های خاص بهش، نعم اجر العاملین، چه خوب اجریست که به این آدم های عمل کننده من میدم، که دیدن نمیتونن یه جا بایستن، اون جایی که هستن مشکلاتی هست برای حفظ دینشون، اومدن جا به جا شدن، به هر نوعی، از کوچکترین جا به جایی تا بزرگترین. که حالا یه مورد دیگرم، چند روز پیش از این، شاید هفته گذشته بود، آیاتی رو راجع به همین قضیه من عرض کردم. حدیثی رو از محضر مبارک رسول الله خدمت دوستان عرض کردیم که حتی اگر یک وجب شخص جا به جا بشه، با یه وجب جا به جا شدن از گناه دور شد، چنین شخصی پیامبر فرمودن با حضرت ابراهیم و با محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفیق خواهد بود. مولا امیرالمومنین درباره سرزمین ها، البته طبیعی هر کس به سرزمینی که درش متولد شده است علاقه داره، مولا امیرالمومنین یه قانون خیلی جالبی در رابطه با این جا به جایی میفرمان. حضرت میفرمان برای تو هیچ سرزمینی برتر از سرزمین دیگر نیست، هیچ رجحانی نداره، همش زمینای خداست. آنچه که رجحان میدهد تو یه جایی را برای سکنا، برای کار و غیره، برای خودت انتخاب کنی، جایی است که تو را پرورش بده، جایی است که جای تکامل تو باشد. حالا یه وقت شهر و دیارت جای خوبی است برای تکامل تو، باشه همونجا تکامل پیدا کنی. یه وقت میبینی شهر دیگری است، برو جا به جا شو. حتی تنها این زمینه یه گناه نیست. گاهی اوقات من میبینم نیروهایی در وجود من هست، توی جایی وایسم بخوام بمانم، تو این منطقه، تو این شغل نمیتوانم پیشرفتی داشته باشم، جا به جا بشم، پیشرفت کنم، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. بعد خداوند میفرماد الذین صبروا علی ربهم یتوکلون. البته من خودم میدونم جا به جا شدن، از این طرف به اون طرف رفتن، اینا زحمت داره، صبر کنید. هولم داره، یه جایی که ناآشناس آدم میخواد بره، هول داره که چطور خواهد شد، توکلم به من بکنید، صبر کنید، توکلم بکنید، آ برید، زمین من وسیعه. ممکنه ناراحت باشید برای رزق و روزی. ببینید خدا جمیع جوانب را برای ما در نظر دارد و هر بهانه ما بخوام بیاریم بهانه را جوابش را داده. ممکنه یک کسی بگه که خب من از اینجا مقاصدم جا به جا کنم، درسته این محل فاسده، داره دم رو من تأثیر منفی میگذارد، ولی جا به جا کنم کجا برم؟ تازه این مقاصد را افتاده، مقاصد رزق روزی من را میده. خیلی خدایی جمله تکاندهنده عجیبی میفرماید راجع به این تفکر. می فرماید و کعین من دابت لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. جنبندگانی که هستن اینا همشون رزق و روزی دارن دیگه، طبیعی است، اونا باید غذا بخورن، آب بخورن، وسایله تو این دنیا رو یه مقدارش ازش استفاده کنن، رزق و روزی دارن اونا. یه عده
از این موجودات که بیشترین آنها هستند، یعنی تعداد اکثر موجودات زنده این چنینند، نمیتوانن بیان برای خودشون رزق و روزی تهیه کنن، انبار کنن، جا به جا کنن، بیان توی انباری بگذارن حفظ کنن. بله، بعضی از گروه حیوانات مثل مورچه این کار انجام میدن، ولی این همه ماهی تو دریا، اینا هر خوراک میخوان دیگه، دارن دم میتابن، انباراشون کجا؟ این همه گنجشک، این همه کلاغ، این همه انواع پرنده، میلیارد ها میلیارد ها میلیارد، اصلا جمعیت کل انسان ها حالا بگیرین 7 میلیارد و نیمه، ماهی های یه رودخانه گاهی اوقات از 7 میلیارد و نیم بیشتر میشن، رودخانه های بزرگ دیگه، چه برسه دریاها، چه برسه اقیانوس ها، چه برسه هوا و پرندگانش، چه برسه جنگل ها و بیابون ها و درندگانش، خزندگان زیر خزندگان و مارا و انواع و اقسام حشرات زیرزمینی هم که دیگه اونا هم سر جا خودشون، چند تاشون رو شما میتونین بشمارین که اینا برن رزق و روزی برای خودشون انبار کنن؟ تعدادشون بسیار محدوده، بقیهشون هیچ کدام پس اندازی فردا را ندارن، امرو براشون خدا میرسونه، فردا براشون خدا میرسونه، درو دیگه هم میرسونه. خدا برای اینکه یه ترنگور به ما بزند میفرماد خدا رزق اونا و شما را میده، اسم جنبندگان دیگر را مقدمه بر من انسان بی توکل به خدا میاندازد. اینجا اونا را احترام میگذاره، اسمشون را جلوتر میاره، میفرماد خدا رزق اونا و شما را میده. یه معنای دیگرش هم آن است، رزق اونا رو میدهد، تو که جایی حساب نمیشی، تعداد اونا ربطی به شما ندارد، خوراک بعضی اونا ربطی به تو ندارد. یه نهنگ تو دریا حرکت میکند، تو یه روز حدوده 200-300 کیلو چیز باید بخوره، اقلش. شما چند کیلو چیز میخوری؟ خدا به من میفرم. بقیه حیوانات هم همینطور، یه سرشون اصلا رزق و روزشون کاری ما به ما ندارد، سر سفره خدا نشستن، خدا فرم قصه کجا رو میخوری تو؟ اونها رو رزق میدهیم، شماها رو هم رزق میدهیم. و هو السمیع العلیم، خدا اون پرنده، اون ماهی، اون کرم ته دریا توی سنگ فرو رفته، اون روایت که نظرتون هست، کورم هست، تا میگید خدای رزق مرا بفرست، خداوند برنامه را براش جور میکنه. یکی از پیغمبران خدا، حالا حضرت موسی، یکی از پیغمبران خدا دیدن دیگه این صحنه رو، دیدن یه مورچه ای، یه تیکه برگ دم دهانش گرفته اومد دم دریا، یه لاک پشتی از دریا آمد بیرون، زبونش آورد بیرون، گذاشت این مورچه رفت رو زبون این لاک پشت، لاک پشت زبونه فرو برد، دهانش رو بست، فرو رفت تو آب، رفت قعر دریا. پیغمبر خدا من باید میدید این صحنه ها را، خدا کاری کرد توسط جبرئیل که ببیند، رفت قعر دریا، زبانش رو گذاشت به سوراخ یک سنگ، به طوری که دیگه آب فرو نره تو این سوراخ سنگ. مورچه ای اومد بیرون، برگ برد تا اون سوراخ، اومد بیرون، سواره این زیر دریایی شد، دوباره اوردش دم ساحل پیادش کرد. خدا فرمود به پیغمبر خودش، رزق این کرم ته دریا کور تو سوراخ سنگ من فراموش نمی کنم. خدا سمیع است و علیم است، و هو السمیع العلیم، برای همین اینجا آورده. تو از خدا بخوا، خدا میداند احتیاجات تو را، لطف میکند به تو. پس اگر دیدی صحنه ایست برای گناه، یا جا پیش رفت، یه جایی نداری، جا به جاشو، خدا به تو لطف خواهد کرد. این یک آیه، یعنی 56 تا 59
سوره شریفه عنکبوت. و اما وارد سوره شریفه روم می شویم. آیات اول این سوره شریفه: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. جریان از این قرار بود، دو تا کشور بزرگ در زمان پیغمبر بودن، روم و ایران، که البته روم روم شرقی و غربی داشت، اینجا بیشتر روم شرقی منظوره، یعنی قسمت های سوریه و شامات، این قسمت که دست رومی های اون زمان بود روم شرقی بهش میگفتن. اینا گاهی اوقات با هم جنگ میکردن، ایران و روم. شکست خوردن یکی و پیروز شدن یکی گاهی به نفع عربای جزیره العرب بود. تو این جریانی که جنگی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد، ایرانی ها رومی ها رو شکست دادن، خدا خبرش رو تو قرآن آورد و فرمود در کمتر از 10 سال دیگر کار به عکس خواهد شد، روم شرقی شکست خواهد داد ایران را. و همچنین ایران توسط مسلمون ها هم فتح خواهد شد با اون شرایط خاصی که داشت. بعد خدا می فرماد و یوم اذن یفرح المؤمنون. فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون. در چنین روزی مؤمنین خوشحال می شوند و به واسطه یاری خداوند و اینکه هر کس بخواهد، هر کس را خدا بخواد یاری می کند و خداوند تواناست و نسبت به بندگان خودش رحیمه. وعده خدا تخلف ناپذیر است، اما اکثر مردم ایمان به وعده های خدا ندارند. اونها فقط ظاهر جریان دنیا را میبینند، آخرت را که حقیقت ها رو میشود نمیبینند. اینا از آخرت غافلند. این معنای ظاهری آیه من خیلی سریع فقط ترجمه خدمت شما عرض کردم. و اما آیات قرآن به جز ظاهر تأویلاتی دارد، حقایقی دارد. این آیات اشاره است به دو پیروزی، یکی در دنیا و یکی در آخرت برای اهل البیت علیهم السلام. خدا در این دنیا شکست خواهد داد همه دشمنان اهل بیت را، که حالا در بعضی از روایات آمده خصوص بنی امیه را، که اینا آثارشون تا زمان ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام باقی خواهد مان، هم بنی امیه هم بنی عباس، که حالا به تفسیری که حاج آقای ما بیان می‌کردند در رابطه با این مطلب می‌گفتن ایشون سیاست‌های اموی و عباسی خواهد مان تا قبل از ظهور و امام زمان علیه السلام می‌آیان و همه اینها رو از بین می‌برن. و یوم اذن در چنین روزی مؤمنین، حتی طبق روایت حتی مؤمنینی که از دنیا رفتن، تو قبر از ظهور موفور و سرور حضرت خوشحال می شوند. خدا یاری می کند مؤمنین را به واسطه نصر خودش که حضرت بقیت الله علیه السلام باشند. اینم آیه تا تأویلش اما مربوط به این دنیا. اما آنچه که من میخوام عرض کنم از روایتی بسیار مهم و مفصل در رابطه با این آیه است، مربوط به آخرت. بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم.
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. که خداوند به واسطه نصر خودش هر کس را بخواهد یاری می کند و در اون روز مؤمنین خوشحال خواهند شد. چون ارتباط آیات را اگر دقت کنیم، بعد خدا مطلب را رسون به اینجا که وعده من حق، اکثر مردم قبول ندارن چون ظاهر دنیا را دارن میبینن، از آخرت غافلن. آخرت بناست خدا قدرت خودش را نشون بدهد بیش از دنیا. پیامبر روزی درباره حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها صحبت می فرمودن و اینکه خداوند نور این بزرگوار را چه وقت خلق کرد. مفصل پیغمبر صحبت کردن، مفصل مرحله به مرحلهش ذکر کردن که نور مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها چه مراحلی رو طی کرد. تا در جریان پیغمبر تعریف می کردن تا رسیدن به اینجا که وقتی من رفتم معراج، نور حضرت زهرا سلام الله علیها را در جریان شکافته شدن اون سیب حضرت می فرمان من دیدم. تا سیب را شکافتن و این نور یه مرتبه شروع کرد به تشعشع پیدا کردن و متلألأ شدن، پیغمبر یه حالتی خاصی بهشون دست داد. جبرئیل به پیامبر عرض کرد لا تخف، نترس یا رسول الله، فان ذلک النور للمنصوره، این نور مال کسی است که یاری خدا شامل حال او می شود. در آسمان ها نام او منصور است و در زمین نام او فاطمه است. حضرت می فرمان به جبرئیل گفتم حبیبی جبرئیل، لما سمیت فی السماء المنصوره، چرا در آسمان ها به او میگن منصوره و چرا در زمین به او میگوین فاطمه؟ انشالله امیدوارم با ذکر این روایت امروز بهترین هدیه ما باشد به محضر مبارک حضرت امیرالمؤمنین، چه این که من میخوانم چه این که شما میشنوید فضائل عزیزترین کس امیرالمؤمنین را. امروز با شنیدن این روایت خوشحال خواهید کرد امیرالمؤمنین را. فرمودند در زمین به او، عرض کرد خدمت پیغمبر، در زمین به او میگویند فاطمه، به خاطر اینکه او و شیعیان و محبینش از آتش جدا شده اند و دشمنان او بهره ای از محبت فاطمه نمیبرند، لذت محبت فاطمه را در دنیا نمیبرند دشمنان او. من منظورم این قسمت روایته. و هیف السماء المنصوره، در آسمان ها به او میگن منصوره. بعد پیغمبر فرمودن ذالک قوله عز و جل، این همین حرف خداست تو سوره روم که میفرماد یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، خدا با یاری خودش مؤمنین رو خوشحال خواهد کرد. خداوند یاری می کند در قیامت محبین فاطمه را. هر کس که فاطمه را دوست دارد خدا او را یاری می کند. وعد الله، این وعده خداست که محبین فاطمه را یاری کند. خدا تخلف در وعده هایش نمی کند. این خلق ظاهر دنیا را می بینند. دوباره آیات دارم معنا می کنم با توجه به این نکته. این خلق دارن ظاهر دنیا را می بینند. بله، فاطمه گرفتار شد بین در و دیوار، کسی نبود او را یاری کنه. خیلی اذیت کردن او را، غریبانه بدنش را دفن کردن. اینا فکر میکنن این مال ظاهر دنیاست. اینا از آخرت غافلن که بناس خدا فاطمه را به همه بشناساند، عزت او را به همه نشان دهد. بنای خدا چنین است که روز قیامت همه را نشان دهد.
که روز قیامت که همه حتی پیامبران الهی باید با پا روی زمین قیامت راه برن، حضرت زهرا فقط باید سوار وارد قیامت بشن. 70,000 ملک از پیش رو، از پشت سر، از یمین و یسار حضرت بیان حضرت را با تمام تشریفات و اجلال ببرن تا دادگاه الهی و اونجا بی شروع کنن در مقابل خداوند تبارک و تعالی صحبت کردن و خدا بفرماید فاطمه چه برای شفاعت آورده. چه چیز داری که شفیع ما قرار بدی اون را؟ عرض می کند خدایا دندان پدرم پیغمبر، فرق شکافته ی شوهرم علی، اونجا یاری حضرت زهرا رو خواهید دید که خدا چگونه یاری می کند محبین فاطمه را. صدا می زند فاطمه نگاه کن به صحنه محشر، هر کس به خاطر محبت تو کاری کرده، هر کس اگر در حد یه لیوان آب داده دست کسی به خاطر محبت تو، برش ببرش تو بهش، همراه خودت ببر او را در بهش. اگر به کسی آب داده، اگر به کسی خوراک داده، اگر به کسی لباس داده، اگر کوچکترین کمکی کسی به محبین تو کرده، اینا را بردار، همه را دنبال خودت ببر، وارد بهش شو. این یاری خدا. برای همین حضرت زهرا تو آسمان ها معروفن به منصوره، یعنی کسی که خدا او را یاری کرده و یاری خواهد کرد. اینم از این آیه. سبحان الله 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 وارد سوره شریفه لقمان می شوم. امیدوارم به حق امیرالمؤمنین علیه السلام جزو کسانی باشید که حضرت زهرا روز قیامت دستتون رو می گیرن. انشالله اونجا یاری بی بی سلام الله علیها شامل حال همه تون بشه. سوره لقمان آیه 22. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. خداوند می‌فرماید هر کس کامل تسلیم اوامر خدا بشه. دقت بفرمایید. الحمدلله محبت امیر المؤمنین را داریم، الحمدلله که خدا ولای امیر المؤمنین را در دل ما قرار داده، اما ببینیم خدا از ما چه انتظاری داره. چه وقت ما می توانیم تکیه گاه 100% خودمون را امیر المؤمنین قرار بدیم؟ به عبارت بهتر بگم، چه وقت من می توانم چنگ بزنم به دامان امیر المؤمنین؟ با دست آلوده؟ ما هر کس پلومون نشسته باشد دستش آلوده باشه بخواد بگذاره به لباس ما، بگه دست منو بگیر، یه نگاه میکنم دستش آلوده باشه دستمو میکشم عقب، لباسمو میکشم عقب. خدا میفرماد هر کس که تسلیم محض خدا باشد، حرف خدا را تا اونجایی که میتواند گوش بده و هو محسن نیکوکار باشد، بیاد تسلیم خدا باشه. خدا فرموده است نماز رو بخون چشم، روزه بگیر چشم، این گناه انجام نده چشم. بارها گفته ایم و هممونم میدانیم که خدا محتاج اینا نیست،
ما محتاجیم. خدا میخواد ما را درستمون کنه. یه معلم اگر به بچه میگه 10 بار از روی این کلمات بنویس، معلم احتیاج به نوشتن این بچه داره که 10 بار میشونه بنویسه؟ نه. اما به نفع کیست؟ به نفع خود بچه. تمرین بهش میده به نفع خود بچه است. به معلم که چیزی اضافه نمیشه. اگر درک کنیم ما این مطلب را که خدا به ما محتاج نیست، ما محتاج گوش دادن حرفاشیم، وقت راحت نماز میخونیم، نه با سختی، راحت هر واجبی را انجام میدیم، راحت تر هر گناهی را ترک میکنیم تا بفهمیم به نفع خودمونه. چون ما ها اون وقتی خیلی راحت یه کاری را انجام میدیم یا ترک میکنیم که به نفع خودمون بودنش را حس کنیم. خدا میفرماید کسی که تسلیم باشد، از اون طرف نیکوکار باشد، نتیجه این تسلیم بودن خدا و این نیکوکاری آن است که میتواند چنگ به عروت الوثقا بزند. وگرنه اگر محسن و نیکوکار نباشد، تسلیم خدا هم نباشه، هر کاری دلش خواست کرد، معلوم نیست بتواند چنگ بزند به دامن عروت الوثقا. ما که دعا میکنیم عاقبتمون ختم به خیر شوا، چون معلوم نیست ختم به خیر شدنش. خیرم یعنی ولای امیرالمومنین، عاقبتمون ختم به خیر شه یعنی با ولای مولا از دنیا بریم، معلوم نیست. میفرماد خدا تسلیم باید باشید، نیکوکار هم باید باشید. پیامبر حضرت رضا سلام الله علیه این حدیث را اهل سنت نقل میکنن از قول مولا علی ابن موسی رضا که پیامبر فرمودن سیکون و بعدی فتنتون مظلمه، بعد از من فتنه بسیار تاریکی خواهد بود. الناجی منها من تمسک بالعروه الوثقا، کسی نجات پیدا می کند از این فتنه بسیار تاریک که چنگ بزند به عروه الوثقا و ریسمان محکم الهی. عرض شد یا رسول الله مل عروه الوثقا، عروه الوثقا کیست؟ فرمودن ولایت سید الوصیین. عرض شد سید الوصیین کیست؟ فرمودن امیر المؤمنین. عرض شد یا رسول الله و من امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کیست؟ فرمودن مولا المسلمین و امامهم بعدی، مولای مسلمین و پیشوای اونها بعد از من. قیل یا رسول الله، عرض شد یا رسول الله مولای مسلمونها و امام و پیشواشون بعد از شما کیست؟ فرمودن اخی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اما چه کسی میتواند به ریسمان محکم خدا چنگ بزند؟ کسی که تسلیم خدا باشد. امیرالمومنین با ظلم کنار نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام فقط کافی است ما تو این چند سالی که تو کوفه بودن داستانهایی رو بریم بخوانیم که تو بازار وقتی حرکت میکردن برنامهشون چی بود. تو کوچه های مدینه افرادی رو میدیدن مورد ظلم و ستم واقع شده بودن، حالتشون چگونه بود؟ وقت با اون کسی که ظالم بود چگونه برخورد میکردن؟ با کسی که مظلوم بود چگونه برخورد میکردن؟ خدا از من شما توقع معصوم بودن ندارد، اما توقع کم گناه کردن دارد، توقع ظلم نکردن دارد، توقع دارد اون وقتی که میفهمیم اذیت نکنیم، اون وقتی که میفهمم الان این کلام از دهان من در آمد اذیت میکنه به قلب این آدم، توقع داره خدا اون وقت زبونم کنترل کنه. سبحان الله، الله 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 الله.
خیلی سریع عرض می کنم، آیه 31 و 32 از سوره شریفه لقمان خیلی به درد ما میخوره برای روزای بعد از شب قدرمون، یعنی روزای قدر که ما میریم خدا خدا میکنیم، خدا هم حاجت ما رو میده، بعد خدا میفرماد من کشتی متلاطم زندگی شما را تو دریای طوفانی زندگی میام به راحتی به ساحل نجات میرسانم. شما دو گروه میشید، یه عدتون مقتصد آدمای صالح، از این به بعد میگن خب خدا حاجتم و شب قدر داد دیگه من فلان گناه انجام نمیدم، یه عدتون هم نه، پیمان شکنی میکنید، وعدهایی که به خدا داده بودید شب قدر میزنید زیر این وعده، دوباره شروع میکنید کارهای خلافتون انجام دادن و کفران نعمت خدا را میکنید، کفران میکنید که خدا حاجتتون را داد، میگون نه این بنا بود این کار من اینطوری حل بشه، یادتون میره چقدر خدا خدا کردی شب قدر. این آیات را رفقا من فقط اشاره کردم، انشالله یه دقتی روش بفرمایید. الله الله سبحان الله 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 آخرین آیه‌ای که حالا آیات دیگری از سوره سجده می‌خواستم خدمت شما عرضه بدارم، بسیار آیات مهمی بود، می‌گذرم از سوره احزاب، فقط یه اشاره‌ای می‌کنم و انشالله عرایزم رو خاتمه میدم. خداوند تبارک و تعالی در آیه 25 از این سوره می‌فرماد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سوره احزاب مهمترین آیاتش در رابطه با جنگ احزاب، نام دیگر این جنگ جنگ خندقه. تمام مشرکین با یهود، با مسیحی هایی که ضد اسلام بودن، تعداد اونا کمتر بود، بیشتر مشرکین و یهود بودن، حزبای مختلفشون اینا جمع شدن، قوی ترین نیرو را تشکیل دادن برای اینکه بیان یه دشمن مشترکی که دارن که پیامبر باشد و مسلمون ها، سفره همگی را یه مرتبه جمع کنن. اونقدر این کار سریع صورت گرفت، از اون طرف تعداد اونا زیاد بود که پیغمبر دیدن چاره این نیست، همیشه برای جنگ فوراً از مدینه می رفتن بیرون که جنگ به تو شهر کشیده نشه. تو این جریان دیدن هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، سریع دستور دادن یه قسمتی که دشمن از اون طرف حمله می کرد، با صحبتی که سلمان فارسی کردن، بیان خندق بکنند و خندق کندند و با توجه به اینکه دیگه کسی از روی این خندق نمیتواند عبور کند. تمام اونم شنیدیم. من روایتی که دارم میخوانم از اهل سنت دارم میخوانم، نه شیعه، که فقط یک نفر از اینها به نام عمرو بن عبدود توانست با اسبی خاصی که داشت، یه اسب تنومند فوق‌العاده‌ای داشت، از روی خندق یه قسمتی که باریکتر بود بپره و بیاد این طرف. اما این یک نفر، یک نفری بود که مساوی بود با هزار نفر. اینا یه عده‌ای بودن، تعداد کمی بودن در عرب، که اینا معروف بودن به سوارکارانی که هر یه نفرشون مطابق هزار نفره. حالا مسلمان ها همه نشستن تو مسجد، چه کار کنن؟ تو کمینگاه های خودشون پیامبر همه رو جمع کردن، فرمودن چه کسی، اهل سنت دارم عرض میکنم نقل میکنن، چه کسی حاضر است برود با امر به جنگت؟ سرازیر رفت، چون میدونستن امر یعنی کی، هیچ کس در مقابلش نمیتونست عرض اندام کند. مولا فرمودن من یا رسول الله، فرمودن اجلس علی جان تو نه بشی، دوباره فرمودن چه کسی شر این نصر ما کم کنه، سر دوباره پایین. ما
مولا مدتی صبر کردن، عرض کردن یا رسول الله من، فرمودن بنشین. اهل سنت نقل میکنن 3 بار پیغمبر این کار رو کردن، هیچ کس جواب نداد. جالب اینجاست که خودشون میگن دشمنان امیرالمومنین هم بودن تو این قضیه، اسم اینا رو میارن که اینا بودن. همین روایت که من دارم عرض میکنم، اسم قاسب خلافت را آوردن، قاسب دوم را، که این بود، اما هیچی نگفت. فقط امیرالمومنین فرمودن من. اهل سنت نقل میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، زره خودشون را دستور دادن بیاورن به بدن مولا، خودشون پوشاندن. شمشیر ذوالفقار را به دست مولا دادن. خود پیغمبر عمامه خودشون را به سر امیرالمؤمنین علیه السلام پیچیدن. عمامه ای به نام صحاب داشتن، به سر امیرالمؤمنین پیچیدن. حتی اینقدر حواس همه جمع بود که ببینن پیغمبر چه میکنن. شمردن مردم چند دور عمامه را دور سر امیرالمؤمنین پیچیدن. در روایت آمده اهل سنت میگن 9 دور پیغمبر دور سر امیرالمومنین امامه رو پیچیدن. بعد عرضه داشتن خدایا حفظ کن او را از جمیع جوانب او، از بالا پایین، دست راست، دست چپ، پیش رو، پشت سر، از همه جا او را حفظ کن. مولا تشریف بردن در مقابل امر با اون برنامه هایی که اتفاق افتاد، او را به درک واصل کردن، اومدن به محضر مبارک پیغمبر. اهل سنت تأکید دارم که بگم اینا دارن نقل میکنن. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام برگشتن. پیامبر در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام چنین فرمودن. فرمودن علی جان بشر، بشر یا علی، بشارت باد بر تو که وزن، ارزش کاری که تو کردی امروز، حالا کلمه وزن میارن پیغمبر، ارزش کاری که تو و عملی که تو انجام دادی رجحان دارد بر اعمال تمام امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نه فقط مسلمانای اون زمان، الا یوم القیامه پیغمبر فرمودن امت من، اگه میخواستن فرمودن این مسلمانا، فرمودن امت من. چند میلیارد میلیارد بناز مسلمان بیاد بره تا آخر دنیا، عمل تو امروز رجحان بر تمام اعمال اونها دارد. علی جان تو عزت را به خانه همه مسلمانها امروز وارد کردی، همه را عزیز کردی، دین را و همه مسلمان ها را تو عزیز کردی. خداوند می فرماید و کف الله المؤمنین القتال، خدا کاری کرد که مسلمان ها احتیاج نباشه برن جنگ کنن، و کان الله قویاً عزیزا، خدا قوی است و هر کاری بخواد میتواند بکند. خدا قدرتش رو به چه واسطه نشان داد؟ به واسطه ولی الله، به واسطه ید خودش، ید الله فوق ایدیهم، ید قدرت خداوند تبارک و تعالی. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام ضربه ای زدن در این روز که توانستن با این ضربه بیایند و عزت را به خانه همه مسلمان ها، الالیوم یعنی الان که من و شما هستیم، این عزت برای من و شما هم به واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد بود. و الحمدلله رب العالمین که من و شما شیعه امیرالمؤمنین علیه السلامیم و افتخار میکنیم و صدامون رو بلند میکنیم تو دنیا
که ما با تمام وجود شهادت میدیم علی ید الله است، علی عین الله است، علی قلب الله است، امیر المؤمنین سلام الله علیه ولی الله است، اشهد ان علی ولی الله. ای که به دستت گل شیعه سرشته، ای که به دستت گل شیعه سرشته، بهر شما کرد به ما سجده فرشته، دست خودم نیست که مرهون تو باشم، قرعه عشق است که مجنون تو باشم، زنده شدم از ولایت به خروشم، زمزمه کردن از آن تو به گوشم، روز تولد از آن تو و نامت، تا به قیامت شدم عبد و غلامت، ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان با تمام وجود همه رگ و ریشه دون باید شهادت بده. امام سجاد راجع به شهادت دادن اون وقتی که شهادت به وحدانیت خدا داد، اون از آن رو حضرت فرمودن تمام وجودم، پوستم، مویم، همه وجود من، رگ و ریشه من شهادت میداد بر وحدانیت خدا. به همون صورت شهادت بر رسالت پیغمبر و شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. ای که به دستت گل شیعه سرشته علی، ای که به دستت گل شیعه سرشته علی، بهر شما کرد به ما سجده فرشته علی، دست خودم نیست که مرهون تو هستم علی، قرعه عشق است که مجنون تو هستم علی، زنده شدم از ولایت به خروشم علی، زمزمه کردن از آن تو به گوشم علی، روز تولد از آن تو و نامم علی، تا به قیامت شدم عبد و غلامم علی، ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد ان علی اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. علت ایجاد تمامیت توحید علی، علت حرم فروزنده خورشید علی، اذن چکیدن به هر قطره باران علی، رویش هر برگ به هر شاخ درختان علی، اذن تلاطم به امواج و به دریا علی، نور خداوند در آینه دنیا علی، یک چه سوار بلندای طریقت سعادت به احکام شریعت علی، جا
جلوه پاک خدا وقت سحرگاه اشهد ان علی که روی تو ببینم علی. کاش بمیرم که روی تو ببینم علی. از نفحات دمت خوشه بچینم علی. زیر لحد سر به پای تو گذارم علی. با دم تو پاک شود خاک مزارم گرد و غبارم براید به هوایت خشتی از آن خاک بسازن براید در حرمت تا ابد معتکفم کن کاشی ایوان طلای نجفم کن دل علوی شد شدم بنده الله اشهد ان علی ولی 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 الله دل علوی اشهد ان علی ولی الله اگرچه انسان ها قدر ندانستن وجود نازنین مولای من را اگرچه ظلم ها و ستم ها به او کردن اگرچه این روزگار پست کاری کرد که قاتل عمر ابن عبدود برای حفظ دین مجبور شود حرکتی نکند دستانشو ببندن ریسمان به گردنش بیاویزن او رو به طرف مسجد بکشانن اگرچه آنقدر مظلوم است که مثل دیشب وصیت فرمودن بدنم و شبانه غسل بدید شبانه کفن کنید شبانه به خاک بسپارید فرمودن حسینم در چهار منطقه برای من چهار قبر درست کن دشمنانم نتونن تشخیص بدن قبر من کجاست زبونم یاری نمی کنه که اینا می خواستن چه جسارت هایی به بدن مولا بکنن یا امیر المؤمنین دستور دادید بدنتون رو شبانه دفن کنن کسی به بدن شما جسارت نکنه اما این کوفیان صبر کردن تلافی کاری که نتونستن با بدن شما بکنن کربلا یا ابا عبدالله بعد از آن همه زخم شمشیر و نیزه ها ده نفر حرام زاده رفتن نعل اسباشون رو تازه کردن
القدر بر بدن حسین تاختن، القدر بدن قطع قطع شد، استخوانها نرم شد، که صبح یازدهم همینطور زینب ایستادن میفرماد حسینم خیر خیر بدنت بنگرم، تو حسین منی نشود باورم، آیا تو برادر منی حسین حسین. وای وای حسین وای، وای وای حسین وای، وای وای حسین وای، ای سر جدا حسین وای، وای وای ای سر جدا حسین وای، در کربلا حسین وای، ای تشنه لب حسین وای، محبوب رب حسین وای، صد پاره تن حسین وای، گلگون بدن حسین وای، گلگون بدن حسین وای، کو اکبرت حسین وای، کو اصغرت حسین وای، کو جعفرت حسین وای، آب آورت حسین وای، وای وای حسین وای، وای 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 حسین وای، چشمان مولا بسته شد آهسته آهسته، چشمان مولا بسته شد دیگر، علی راحت شد از غمهای پیوسته، دیگر علی راحت شد از غمهای پیوسته، مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت، مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت، چشمان مولا بسته شد آهسته آهسته، چشمان مولا بسته شد دیگر، علی راحت شد از غمهای پیوسته، مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت، تا آخر دنیا دگر تنها بمان کوفه، تا آخر دنیا دگر تنها بمان کوفه، بهر امیر المؤمنین قرآن بخوان کوفه، مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت، مولا ز دنیا
ندا از تربت مولا، ای نخل خرما گریه کن بر قربت مولا، ای نخل خرما گریه کن بر قربت مولا. مولا ز دنیا رفت دیدار اجرتون به حضرت زهرا همه مولا. ای چاه کوفه همدمت دیگر نمی آید، ای چاه کوفه همدمت دیگر نمی آید، ای نخل خرما گریه کن ای در نمی آید، ای نخل خرما گریه کن هی در نمی آید. مولا ز دنیا رفت دیدار رفت، مولا ماشی ایان اشک یتیمی در بسر داری، ماشی ایان اشک یتیمی در بسر داری، زخم امیر المؤمنین را بر جگر داریم. مولا ز دنیا کن ای دل به عزای علی، گریه کن ای دیده برای علی، کف داده چو مولود خیش، گشته سیه پوش عزای علی. عمر علی عمر مقبول بود، هر قدمش سعی و صفا یا علی، دیده ی زم که پر از عشق شد، یاد کند زمزمه های علی. تیغ شها داد سر او را شکاف، کوفه بود کوه منا ی علی. هر کی حاجت داره بگه ها. پیش حسین و حسن و زینب خون چکد از فرق همای علی. یا علی یا علی یا علی
ماه دگر در دل شب نشنود صوت مناجات و دعای علی. مانده توی سفره بیچارگان خانه غم گشت سرای علی. خواهی اگر حضرت دون یا حسان از دل و جان باش گدای علی. دلم گرفته ای خدا به یاد قربت علی، چه می شود که رون هم بروی تربت علی. گریه کند دو دیده ام برای مرتضا علی. علی 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 ای دل دل شکستگان تربت بی نشان تو تمام خانه ها بود منتظر اذان تو. دوباره یک اذان بگو به خاطر خدا علی. علی 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 خیز و بده دوباره جان به مسجد از خطابه ها، چهره بپوش و سر بزن به گوشه خرابه ها. طفل یتیم بی قضا تو را زند صدا علی. علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا أمير المؤمنين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج واكشف عن همه وغمه وحزنه واقض هوائجه وحوائج محبيه واشف مرضى من محبيه واغفر لموتى من محبيه. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته واجعل أواقب أمورنا خيرا بجاه محمد وأهل بيته. الله 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 سبحان الله 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 الله.